به نام خدا، سلام بینندگان عزیز، روزتون به خیر من امیر مهدیزاده هستم و اینجا هم استدیوی اقتصاد آنلاین با گزارش بورس دیگری در خدمت شما هستیم امروز 22 دیماه و ساعت هم 2.18 سانیه اصر هست امیدواریم که روز خوبی را رو سپری کرده باشین و حداقل کمتر از بازار آسیب دیده باشین بازار امروز... پیش بینی میشد که نتونه اونطوری که شاید مثبت بمونه دیروز هم اگر خاطرتون باشه من عرض کردم تو برنامه که حجم هایی که سهم ها تو منفی ها خوردن برای مثبت شدن خیلی نبوده شاید اگر حجمها بیشتر می بود انتظار اینکه بازار مثبت بمونه و رشد کنه هم برای امروز ادامه پیدا میکرد به هر جهت استارت بازار مثبت بود بعدش هم کمی مثبت موند افت کرد کمی رشد کرد اما در نهایت نتونست شاخص کل رشدش رو ادامه بده و با افت 5000 واحدی به کار خودش پایان داد ترس و استراب شاید مهمترین معلفه بازار این روزها هست چیزی که تو زندگی خودمون هم پیش میاد من وقتی استراب داریم دست و دلمون به کاری نمیره تو بازار دست و دلمون به خرید یا فروش نمیره حالا خرید بیشتره عموما چون حالا رفتاری ها که بررسی میکنن میبینن که اونایی که اقتصاد رفتاری در واقع کار میکنن خروجی کارهاشون یکی از خروجی این بوده که متوجه شدن ضرر نکردن خیلی مهمتر از سود کردن برای آدم ها بنابراین منی که تو این بازار هنوز مطمئن نیستم چه معلفه هایی روی بازار اثر چه اتفاقاتی باعث میشه که بازار رو به هم میریزه بازار های روند سعودی داره سیگنال خرید داره سیگنال فروش داره چه اتفاقی داره این وسط میفته باعث میشه که من دست و دلم به خرید نره من دنبال اطمینانم حداقل اطمینان نسبی اینکه بازار سهام قطیت نداره حرف درستیه اما حداقل تحلیل پذیر و پیش بینی پذیر باشه برای من و من بتونم تحلیل هام رو مبتنی بر شواهدی ارائه بدم که لحظه دیگه به هم نخوره اون شواهد و اتفاق دیگه خارج از چارچوب تصمیم گیری من رخ نده هرچند که میدونیم تو واقعیت هایی وجود دارن که این تصمیمات رو به هم میزنن اما همیشه ما برای اینها ضرایب در نظر میگیریم و اونها رو هم لحاظ میکنیم و تعدیل میکنیم توی تصمیم گیری ها و استراتژیمون برای کار کردن، معامله کردن و خرید و فروش کردن. اما به هر جهت تو بازار امروز هم ترس از این هست که ضرر نکنیم، هم استراب این که تو آینده چی میشه، نمیدونیم چه اتفاقی میفته. برای مثال شستایی که تا حلوهش ساعت یازده یازده و خورده ای صفحه خرید داشت و تنها نه نفر نفری حدود سی میلیون حجم سهم خریده بودن ببخشید چهل میلیون حجم خورده بود نه نفر خریده بودن چیزی حدود پنج شیش میلیون میشه فکر کنم آره چهار پنج میلیون چار پنج میلیون به طور متوسط نفری سهم خریده بودن به یک بار صف ارزه میشه بعد دوباره صف جمع میشه میره صفحه خرید میشه اما در نهایت باز هم صفحه ارزه میشه این ترس از اینکه فردا منفی نخورم به یه سودی رسیده باشم جمع شده باشه سیو سود کنم اینا باعث میشه که نتونه بازار اونطوری که باید و شاید رشد کنه یه روز مثبت فردا تو مثبت ها بفروشم که سیو سود کرده باشم 5 درصد ده درصد و خب اینها اعدادی هست که شاید برای نوسان خیلی جذاب هم باشه میدونیم که قبل ها یعنی سالهای گذشته این درصدها در حد 3 4 درصد میموند نه 10 درصد و خب الان خیلی وضعیت متفاوت شده شاید حالا این اتفاقای اخیر توی سیاست گذاری که میفته قیمت دستوری پیش میاد بحث های درگیری های سیاسی پیش میاد اون طرف تو آمریکا مثلا نرخ دلار در تغییری میشه بابت اتفاقات درون آمریکا همه اینها باعث میشه که ترس و استرابی که توی بازار هست تشدید بشه ما هنوز به نظر میرسه این انتظار رو داریم که دلار کاهشی باشه با وجود اینکه صرافی ملی دو روز هست که روند افزایشی رو داره نشون میده اما با این وجود ما حسمون این هست که بازار افت خواهد کرد یعنی دلار افت خواهد کرد و بازار دلار بازار ریزشی خواهد بود بنابراین از این جهت دلار همچنان ما دچار استراب و نگرانی هستیم که ببینیم بازار چه خواهد کرد اما اگر در مورد رفتار بازارگردان ها نگاهی بندازیم که بعضی ها علت ریزش رو حقوق ها و بازارگردان ها میدونن بازارگردان بانک تجارت رو با هم نگاه کنیم متوجه میشیم که این بازارگردان انقدر خرید کرده و انقدر سهم رو جمع کرده که حتی سهم از بیش از ده میلیون سهم میلیارد سهم داره که از درصدی که دولت تعداد سهام بانک تجارت رو داره هم بیشتر شده یعنی سهامدار عمده بانک تجارت بازارگردان و تجارت هست شاید این که ریزش ها رو مستقیما و تنها به حقوقی ها نسبت بدیم و اونها رو مقصر ریزش بازار بدونیم گزاره درست و دقیقی نباشه باید بیشتر در مورد این گزاره تعمل بشه شاید اگر اینکه رفتار بازارگردان ها شفاف می شود، چقدر خریدن چقدر فروختن متوسط خرید و فروششون چقدر بوده امروز باعث میشه باعث بشه که ما تحلیل دقیق تری از بازارگردانی یک سهم داشته باشیم و بتونیم دقیقتر بدونیم چه اتفاقی برای سهم ها داره میفته اما در مورد صندوق ها صندوق های درآمد ثابت با وجود اینکه شاخص ریخت اما خروج پول داشتن حدود 70 میلیارد تومن به طور کلی تو صندوق ما خروج پول داشتیم و نکته مهم دیگر که در این بازار وجود داره این هست که نرخ تورم به مرحله خاصی رسیده یعنی اون انتظارات تورمی فروکش کرده رشد تورم دیگه اون شدت قبل رو نداره اینو میدونیم که وقتی دلار لنگره تورم میشه و دلار هم در محدود ثابتی قرار گرفته و حتی انتظار کاهشی هم داره باعث میشه تورم هم تا حد زیادی کنترل بشه و حتی کاهش شاید پیدا کنه از سمت دیگه هیئت کره تو تهران هستن برای بحث پول های بلوکه شده بانک مرکزی توی بازار توی کره و بایستی دقت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای اینها میفته آیا پولهای بانک مرکزی آزاد میشه یا نه فعلا که مقامات به نسبت تو لفظ که تهدید خاصی کردن و از کره ها خواستن که پولها رو آزاد کنن رفتار مستقلی از آمریکا داشته باشن شاید با اومدن بایدن تو هفته آینده یکی دو هفته آینده این اتفاق بیفته و بانک مرکزی به ارزهای خودش دسترسی داشته باشه اما تو معاملات مسکن در مورد تورم صحبت کردیم طبق آمار بانک مرکزی حجم معاملات مسکن کم شده با وجود اینکه یک درصد کمی افت داشته قیمت ها اما حجم معاملات به شدت افت کرده و تقریبا نصف شده این اتفاق هست که باعث میشه این انتظار رو داشته باشیم که مسکن هم قیمت ها افتن تو بازار خودرو هم چنین وضعیتی رو داریم و قیمت ها داره میفته این بازارها بازارهایی بودن که شاید با بورس رشد کردن اما تو افتادنش مثل بورس انقدر سریع افت نکردن و کم کم دارن افت خودشون رو نشون میدن و امیدواریم که حالا بیشتر از این هم افت کنن و قیمت ها پایین تر بیا چون واقعا قیمت هاشون بیش از اندازه بالا رفته بود اما نکته مهمی که تورم رو تهدید میکنه و انتظارات تورمی رو تهدید میکنه و شاید باعث بشه که بازار سهام هم رشد کنه به صورت اسمی و نه واقعی بحث کسری بودجه دولت باشه میدونیم امسال دولت خوب تونسته از بازار سرم خوب که نه در واقع به نحوی تونسته از بازار سرمایه استفاده کنه برای جبران بخشی از کسری بودجه خودش دارایی کم فروخته پالایش کم فروخته حالا بماند که اینها رو دیگه عملا خیلی باشون کاری نداره الان مازاد پالایش یکم رو عملا به بانک ها داده به عنوان رد دویون و از اونها دوباره مبلغی رو قرض گرفته و از سمت دیگه هم دولت اوراق خوبی رو فروخته تو بازار نسبت به دوره های گذشته و این اون چیزی بوده که دولت تونسته از بازار سرمایه امسال استفاده کنه لا استفاده بعضی ها میگن سو استفاده اما بودجه سال آینده با این اخباری که ازش منتشر میشه بودجه ای هست که به نظر میرسه کسری بودجه به شدت زیاد باشه تو عملیات و کسری بودجه عملیاتی چیزی حدود 300 همت برخی پیش بینی میکنن که کسری بودجه داشته باشیم کسری بودجه جدی هست و این شاید تنها موتور محرک تورم برای سال آینده باشه از اون طرف پایه پولی رشدش کم شده رشد پایه پولی تقریبا صفر شده کاهش نرخ رشد نقدینگی رو داشتیم تو بازار پول و اینها همه اینها نوید اینو میده که تورم کنترل بشه مگر اینکه دولت بخواد با کسری بودجه این تورم رو تشدید کنه و بهش نامن بزنه و از این قبل بازار سرمایه مگر اینکه محرکی به دست بیاره برای رشد میدونیم قیمت جهانی هم همچنان بالا هستند اما باز هم بازار واکنشی به اینها نشون نمیده شاید بشه اینها رو به همون نکته اول برنامه مرتبط دونست ترس و استراب چیزی هست که بازار این روزهای تهران رو بازار بورس تهران رو این روزها تهدید میکنه و باعث میشه که اونطور که باید و شاید بازار بازدهی نداشته باشه و روند معمول خودش رو طی نکنه بریم نگاهی بندازیم به کامنت ها و بعدش بریم روی اطلاعات بازار خوب. خب نکته خاصی نیست بریم نگاهی بندازیم به اطلاعاتی که توی بازار امروز به دست اومده شاخص کل بورس تهران 5375 واحد افت کرد این هی از ساعت دوازدانیم داره زیاد میشه افتش اول 5200 خورده بود بعد شد 5333 الان شده 5375 احتمالا یک سری معاملات دارن باطل میشن و یا انجام نشده بود انجام میشه شاخص کل هم وزن اما رشد 2700 واحدی داشته شاخص کل که 4 دهم درصد افت کرد به ارتفاع 1.301.000 میلیون و هزار واحد رسید هنوز تو هلوهوش کانال 1 میلیون و تایی داره نوسان میکنه شاخص هموزن هم وزن حدود 6 دهم درصد رشد کرد و به ارتفاع 469.000 واحد رسید فملی که این روزها قیمت جهانی مس قابل توجه دلار هم پایین نیومده حداقل تو محدود قبلی خودش مونده با این وجود رو حدود 1200 تومن باعث افت 2310 واحدی شاخص کل شده 60 که این چند روز این دو روزه خوب بازدهی داشته امروز هم در موردش اول برنامه صحبت کردیم با صف خرید شروع کرد صفش ریخ دوباره صف تشکیل داد و آخر سر هم عرضه شد 1848 واحد شاخص رو مثبت کرد خودرو 757 واحد شاخص رو منفی کرد به 594 واحد مثبت کرد شپنا 572 فخوز 565 و شتران هم 565 واحد شاخص کل رو منفی کردن اما تو نمادهای پرتراکنش شستایی قرار گرفت که دیروز معاملات خیلی دندونگیری نداشت و تعداد معاملاتش خیلی کم بودن اما امروز با عرض شدن صفو تشکیل دوباره صف و دوباره عرضه شدنش پرتراکنش ترین نماد امروز بود فملی با افت سه و درصدی تو قیمت پایانی به کار خودش پایان داد و دومین نماد پرتراکنش امروز بود بعدش خودرو بوده که سه نیم درصد قیمت پایانیش افتاده پالش نفت تهران سه دهم درصد شپنا دو و ده هم دهم ده و بانک تجارت هم سه دهم درصد افت داشته که قیمت پایانیش هم قیمت آخر معاملش هم برعکس این یعنی در واقع سه و صدم درصد رشد رو تجربه کرده اما نکته بانک تجارت این هست که معاملات حقوقی به شدت زیاد بوده رفتار بازارگردان بانک تجارت رو هم دیدیم که داره چجوری عمل میکنه الان سهامدار عمده بانک تجارت دولت جمهوری اسلامی ایران نیست و بازارگردان خود بانک تجارت هست اما فرابورس روندی مشابه شاخص هموز داشته حدود 100 واحد رشد داشته ارتفاع 19174 واحدی تکیه زده قسینو 27 واحد آریا 25 هرمز 22 سبا 21 زوب 19 میتکو 17 باعث رشد شاخص فرابورس شدن و که گوهر 12 واحد باعث افت شاخص فرابورس شده اما نمادهای پرتراکنش امروز چه خزر بوده چه خزری که دیگه صفشون جون قبلی رو نداره بعد از بازگشایی پس از کنفرانسش اومده و معامله شده معاملاتش هم خیلی حجیم نبوده اما به خاطر اینکه ارز اولی است پرتراکنش ترین نماد امروز شد و 5 درصد مثبتش رو پر کرد سپید و تا الان هم چیزی حدود 60 و خورده درصد هم بازدهی داشته اگه اشتباه نکرده باشم سپیدار سیستم 7 درصد رشد رو به خودش دید بعدش وسپه بوده که هلوهوش هزار تومن در نوسان دیروز مثبت بود کمی بیشتر از هزار تومن امروز دوباره به محدوده هزار تومن برگشت شاروم 5 درصد مثبت خورد امروز به پیوند 3.76 افت قیمت رو تجربه کرد تو قیمت پایانی زملارد 4.2 و پیاز هم 4.2 رشد رو تجربه کرد برعکس زملارد که 4.2 افت داشت اما نگاهی بندازیم به روند شاخص مشاهده میکنیم که ابتدا خیلی خوب مثبت آغاز کرد بعدش افتاد کمی زور زد و مثبت بمونه اما نتونست و در انتها هم منفی شد اما شاخص هموز به اون شدت نیفتاد روند سعودی خودش رو به طور کلی ادامه داد و تونست مثبت کار خودش رو پایان بده کسرا که مجوز افزایش نرخ گرفته بود با 28 درصد تقریبا افزایش قیمت بازگشایی شد به ترانس 18 درصد افزایش قیمت رو داشت پس از بازگشایی قالبر که خط تولید شیر خوش رو راه انداخته هلوش 7 درصد بازگشایی داشت بکا 5 سه 5 سه 5 و سفار هم 5 درصد رشد قیمت رو به خودشون دیدن اما این سمت پکویر 5 درصد منفی خورد سه خزر خ بهمن سه شرق فلوله ساخت و زمکسا هم بیش از 4 درصد منفی خوردن اما صفهای عرضه و تقاضا در انتهای بازار سه 57 میلیارد های وبی که خوب بهش امروز اقبال شد به نسبت 54 میلیارد صندوق پارن 41 قرن 35 کمن، 28 کسرا 26 و سیستم 25 میلیارد تومن ارزش صفحه خریدش در انتهای بازار بود برترین ارزه هم برکت بوده 60 میلیارد بعدش وتوسا 54 قدام 52 قدامی که قرار هست شرکت بالادستیش سیت کنترلی و مدیریتیش رو هم به فروش برسونه شاید علت افتش این باشه کاما 42 میلیارد بهمن حدود 42 میلیارد به تران 35 و سنوسا هم 25 میلیارد تومن ارزش صفای خریدش بودن اما بیشترین ارزش معاملات امروز همونطور که پرتراکنش ترین هم بوده 60 است با 530 میلیارد تومن بعد شپنا 277 میلیارد تومن بانک تجارت 275 خودرو 268 خسابات 230 فملی 214 و صندوق کمانت هم 192 میلیارد تومن معامله شدن اما بیشترین حجم معاملات مربوط به خساب بعدش خودرو و تجارت و به صادر خگستر شپنا و شستا است. نکته که در مورد حجم معاملات دیروز گفتم امروز جبران شد اما این باعث نشده بود که روند این نمادها سعودی بشه و شاید فرصتی بود برای اینکه اونایی که پایین خریدن بتونن خارج بشن بریم نگاه بندازیم به فرابورس و اطلاعات منتشر شده رفتار شاخص کل فرابورس شبیه رفتار هموز بود اما انتهاش کمی شدیدتر افت کرد تو قیمت ها هم چه خزر 5 درصد مثبت خورده قفاس 5 و کلور هم 5 درصد مثبت به خودش دید سپردیس قدیس به مپنا تلیسه آوان و کیمیا هم هر کدوم بیش از چهار درصد افت قیمت رو داشتن سپیدار 240 میلیارد صفه خرید داشت در انتهای بازار کرمان 100 میلیارد قسینو 70 رفزا 43 تقریبا کلور 43 چه خزر 37 قگیلا 33 میلیارد تومن صفه خرید داشتن در انتهای بازار اگر از اوراق دولتی بگذریم گدنا 105 میلیارد تومن صف فروش داشته و ارز اولیه و که بهمن 50 میلیارد تومن صف فروش داشت بعدش هم گکوسار بوده با 14 میلیارد تومن صف فروش اما بیشتر ارزش معاملات تو فرابورس هیاسا بوده 208 که صف فروشش جمع شده عملا و اون فشار سنگینی که داشته برداشته شده تو صف فروش امروز صبح هم جز دومین نمادی بود که صفحه فروش سنگین داشته بعدش اعتماد بوده 186 میلیارد تومن سمگا هم 170 میلیارد تومن ارزش معاملات امروزش بود بیشترین حجم معامله مربوط به زوب بوده امروز بعدش و سپر به کهنوج قشهداب و گکوسر که اینها توی فرابورس بیشترین حجم معاملات رو داشتن بریم نگاهی بندازیم به نقشه بازار نقشه بازار که 60 مثبت تموم کرد ولی صفش عرضه شد حیاسایی که صف فروش بود صبح آخر وقت مثبت تموم کرد و جمع شد هکشتی هم صف فروشش عرضه شد و مثبت به کار خودش پایان داد این طرف پالایشی ها منفی خوردن شپنا، شتران، شبندر و شبریز صندوق پالایش یکم عملا انیویش دوباره افتاد شیمیایی ها زنجان، مثبت خورده فارس و شیران تو فلزات اساسی حجم معاملات و ارزش معاملات فولاد به شدت با این اومده فمیلی بیشترین ارزش معاملات رو توی فلزات اساسی داشته بعدش هم زوب داشته فمیلی منفی خورده اما زوب مثبت به کار خودش پایان داده تو خودرویی ها خودرو بیشترین حجم معاملات رو ارزش معاملات رو داشته بعدش خساپا هایی که امروز نوسان زیاد کرد مثبت شد منفی مثبت و در انتها منفی به کار خودش پایان داد بریم نگاهی بندازیم به ارزش معاملات امروز که حدود 15 هزار میلیارد تومن شد 14390 میلیارد تومن و بازدهی هموزن کل نمادهای اه فعال امروز که توی تابلو یعنی موام قابلیت معامله شدن داشتن 73 درصد 73 صدم درصد مثبت بوده بیشتر بازدهی هم وزن یوتیلیتی ها منفی 2 دهم درصد دو دهم ده درصد دو دو ده بوده بعدش کاشی و سرامیک کنیم درصد افت داشته اما تو ماشینالات و دستگاه های برقی 51 دهم درصد رشد داشتیم و محصولات چوبی هم 5 درصد که چه خزر عملا جور محصولات چوبی رو کشیده بریم نگاهی بندازیم به روند ارزش معاملات این هفته اگر دقت کنیم 13200 شروع کردیم این هفته بعدش 13000 و 700 تا رسید امروز هم 14900 میلیارد تومان ارزش معاملات شد شاید اگر روند دی ماه رو ببینیم با هم بد نباشه یک روند نوسانی روزهایی دو داشتیم که 17 هزار تا نزدیک 18 هزار تا معامله شده کمینه 11500 هزار تومن رو داشتیم و الان تقریبا رو متوسط دیماه ماه داره معامله میشه بریم نگاهی بندازیم به ورود و خروج پول حقیقی تو بازار امروز و ببینیم چه اتفاقی برای این بازار افتاده تو این زاویه دید از بازار یه نگاهی بندازیم اول به معاملات دیما اگر نگاه کنیم یک و دو سه و چهار و پنج تا ورود پول داشتیم و بقیه روزهای معاملاتی توی دی خروج پول رو داشتیم آذر رو بخوایم در نظر بگیریم با دیما ورود پول بیشتر میشه و تقریبا تعداد روزهایی که ورود پول داشتیم و خروج پول داشتیم تقریبا یکیه آبان رو اگر بخوایم در نظر بگیریم و اضافه کنیم به تحلیلمون میبینیم که خروج پول تقریبا بیشتر میشه مهر رو اگه بخوایم اضافه کنیم باز هم چربش خروج پول بیشتر میشه شهریور رو هم بخوایم اضافه کنیم چربش خروج پول بیشتر میشه البته یه نگاهی هم بندازیم به, به ارتفاع ستونهایی که داریم نگاه کنید ستونای شهریور خیلی به نسبت چند تا مورد خیلی زیاد بوده بقیهش رنج حدود ده دوازده هزار تا سیزده هزار تا بوده اواخر مهرما حدود هفت هزار تا هشت هزار تا 6 هزار تا معامله می شده بعدش یک رشد خوبی توی ارزش معاملات داشتیم و ورود پول با همدیگه مفهوم مثبتی رو دارن اما هرچی به اواخر داریم نزدیک میشیم ارزش معاملات بالا به نسبت بالاتره اما خروج پول رو شاهد هستیم شاید این نشونه خوبی برای آینده بازار نباشه اگر این روند رو در کنار روند از ابتدای سال ببینیم اما ورود خروج پول حقیقی تو امروز حدود 690 میلیارد تومن حقیقی ها پولشون رو از بازار خارج کردن بانکی ها باز هم همچنان کم اقبال ترین گروهی هستند که ها بهش توجه دارن 255 میلیارد تومن پول از بانکی ها خارج شده بعدش 218 تا محصولات شیمیایی 120 تا فلزات اساسی و 120 تا سرمایه گذاری ها اما تو ورود پول 62 میلیارد تومن تنها تو وارد صنعت اطلاعات و ارتباطات شده تو خروج پول همونطور که گفتم معاملات حقوقی و تجارت زیاد بود بانک تجارت 146 میلیارد تومن خروج پول حقیقی داشته بعدش خودرو 82 و سپر 78 فملی 67 و شپنا 65 فارس هم 57 میلیارد تومن اما تو های ویب 63 میلیارد ورود پول داشتیم اتکای 31 تکشا 27 حق تقدم و افق 26 شنف 25 و حافظ 20 سه و تا بیست و یک میلیارد ورود پول داشتیم بریم نگاهی بندازیم به, به روند یعنی صنایعی که از ابتدای دیما خروجی یا ورود پول داشتن اگر نگاه کنیم از ابتدای دیما تا الان چیزی حدود 7080 میلیارد تومن پول از بازار خارج شده عدد قابل توجهی هست در حالی که آزرمان خالصش حدود دو هزار تا ورود پول داشتیم اما تو دیما حقیقی ها بیش از 2600 میلیارد تومن از بانکی ها خروج کردن بعدش فلزات اساسی بوده 1716 میلیارد بعدش هم محصولات شیمیایی و فروردهای نفتی و صنایع چند رشته ای اما ورود پول به بیمه ها بوده 435 تا بعدش انبوهسازی بعد محصولات غذایی کاشی و سرامیک استخراج کانهای فلزی و مواد دو محصولات دارویی بوده این این روندی که از حقیقی حقوقی ها و حالا ارزش معاملات با هم نگاه کردیم و مرور کردیم شاید یک فرصتی باشه که خسته های بازار اونهایی که دیگه میخوان بفروشن برن رو قرار هست اینجا بازار پیاده کنه و به مسیر سعودی خودش ادامه بده و یا حداقل مسیر خودش رو پیدا کنه اما شاید یک سیگنال بد باشه به بازار که بازار دیگه اون توان رشد سابق رو نداره معاملات 20 هزار تایی رو نمیتونه بیشتر از 20 هزار میلیاردی رو نمیتونه بیشتر از یه هفته تا بیاره نمیتونه این رو یک ماه ادامه بده و همزمان هم ورود پول رو تو این بازار شاهد باشیم به هر ترتیب باید منتظر باشیم روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد این در حالیه که انتظارمون اینه حداقل فردا شاخص کل منفی باشه شاخص هم هم شاید زورش نرسه که مثبت به کار خودش ادامه بده یه ذره کامنتار هم نگاه کنیم ببینیم چه خبره و دیگه نکته خاصی نیست این اطلاعات حقیقی حقوقی و ارزش معاملات تولیدی خود بورسین است در دسترس عموم نیست فعلا خب خیلی ممنون و متشکر که به برنامه ما توجه کردید پرچونگی بندر پرچونگی بندر، چونگی بندر رو تحمل کردید منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم روز شما بخیر امیدواریم فردا روز خوبی رو در بازار سرمایه تجربه کنید خدا نگهدار